اولا جا داره که تقدیر و تشکر کنم از همه بازیکن‌ها، کادر فنی و مهمتر از همه اینا از مردم عزیز ایرانی که توی هر شرایطی چه تو باختامون چه تو بردامون هیچ موقع پشت تیم ایرانو خالی نکردن، چه الان باشه چه در روزهای گذشته که با تیم‌های مختلفی ما توی همین مسابقات شرکت کرده بودیم. دم همشون گرم، دست تک تکشون رو میبوسم و یک بار دیگه هم ثابت کردن که حتی توی باختامون، حتی توی بدترین شرایط و توی باختامون پشتمون بودن و پشتمون رو خالی نکردن. دم تک تکشون گرم و امیدوارم که تا اینجای کار یه چند درصد، یه بخش خیلی کوچیکی از زحماتشون رو، لطفشون رو جبران کرده باشیم. نه، ما از اولش هم خوشبختانه کاری به منتقدان والیبال نداشتیم، به خاطر اینکه ما دشمن رو توی بیرون از ایران دنبالشیم، در حالی که دشمن خود ایرانه. اصلا به اینا هم نمیشه چیزی گفت. ما حتی اگر همین الانش هم، ما اگر قهرمان المپیک میشدیم، همین منتقدا میگفتن که آره این اتفاق شانسی بود و همچین آدمایی هستن و ما اصلا با اونا کاری نداریم. نه فقط مال الان باشه، حتی روزهای گذشته هم ما اصلا باهاشون کاری نداشتیم و جا داره که ازشون تشکرم بکنیم، به خاطر اینکه اگر این منتقدا نبودن شاید این اتفاقایی که توی این چند سال اخیر برای تیم ملی والیبال ایران اتفاق افتاد شاید هیچ کدومشون اتفاق نمی افتاد. دم همشون هم گرم، واقعا تشکر ویژه دارم از همه منتقدا، به خاطر اینکه اونا بودن که این انگیزه رو به ما دادن و ما تونستیم که با تلاش 100% خودمون بتونیم اکثر بازی‌ها رو ببریم و تا اینجای کار خوب پیش بریم جلو. ما واقعا همه اونا رو میذاریم، صحبتاشون رو میندازیم پشت گوشمون و اصلا به حرفای هیچ کدومشون هم توجه نمی کنیم. به نظر من این اتفاقی که الان با این شرایط تیم ملی ما افتاده بهترین اتفاق ممکن بود و ما همون اولش هم توی صحبتامون همه بازیکن‌ها، همه کادر فنی گفته بودیم و میدونستیم که ما تیم جوانی داریم و میدونستیم که برای کسب تجربه وارد این مسابقات میشیم. Thank you. و خدا رو شکر این کسب تجربه سبب خوشحالی مردم شد و باعث شد که جوانای تیممون بیشتر از روزهای گذشته پیشرفت داشته باشن و بهترینشون رو به نمایش بذارن. نظر شخصی من اینه که شما هر چقدر تجربه کسب کنی بازم بی تجربه ای، به خاطر اینکه یه سری جاها یه سری شرایطی به وجود میاد که اصلا نه فقط توی ورزش، حتی توی زندگی شخصی آدم یه سری اتفاقاتی میفته که شاید اصلا تا الان اون اتفاق واسه هیچ کسی نیفتاده باشه و به خاطر همین عرض کردم خدمتتون هر چقدر تجربه کسب کنی بازم بی تجربه ای. ما تا اینجای کار به نظر من هیچ اتفاقی نیفتاده، حتی اگر ما مرحله نهایی بریم بازیارم ببازیم حذف بشیم و برگردیم ایران، بازم من همونجا میگم واقعا دم تک تک بازیکنامون گرم که تا اینجای کار صبوری به خرج دادن و 100% انرژی خودشون رو توی تمام بازی ها گذاشتن. حتی یه سری از بازی ها اتفاقی افتاده بود که مثلا بازیکن میومد میگفت آقا من پام درد میکنه، کتفم درد میکنه. بالاخره خب ورزشکار حرفه‌ای همه این شرایط رو داره و همه این اتفاقات نرماله، ولی دم همشون گرم با همه اون اتفاقای بد هیچ موقع پشت تیمو خالی نکردن، هیچ موقع، و همیشه 100% خودشون رو توی همه بازی ها گذاشتن. واقعا جا داره که ازشون تشکر بکنم، یه تبریک ویژه به همشون میگم. بالاخره تیم ما یه تیمی هستش که کم سن و ساله و اکثر بازیکنهای ما زیر 22-23 سالن. دم همشون گرم، واقعا نشون دادن که روز به روز دارن پیشرفت میکنن و امیدوارم که این پیشرفت کردنشون به اتمام نرسه و همینجوری خودشون بخوان و ادامه بدن. میگم اصلا واسه ما مهم نیستش که چه اتفاقی میفته، 100% ما میریم اونجا واسه برد تیم ها، ولی به نظر من ما تا اینجای کار بد جلو نرفتیم، به خاطر همین میگم اصلا واسه ما مهم نیست چه اتفاقی بیفته. واسه من، خود شخص من، این اتفاقی که امروز افتاد و صعود کردیم به مرحله نهایی بهترین اتفاق ممکن بود، به خاطر اینکه ما همون اولش هم میدونستیم که فقط واسه کسب تجربه اومدیم وارد این مسابقات شدیم
و ما نباید با برد هایی که توی این تورنمنت آخر به دست آوردیم نباید مثلا فکر کنم انتظار خیلی بیش از حد داشته باشیم. ما تا اینجای کار خیلی خوب رفتیم جلو و امیدوارم که از این به بعد هم همین اتفاقای خوب برای ما و همینطور مردم عزیز ایران بیفته.